سلام، وقت بخیر خدمت همه مخاطبین محترم. ابتدا اینکه یه تست میکنیم صدا تصویر، صدا تصویر بنده رو دارین؟ زنده باشین. عرض ادب خدمت همه شما. ابتدا اینکه جا داره خدمت همه شما خوش آمدگو عرض کنیم و خیلی خوشحال هستیم با یه وبینار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدا جا داره خب از خداوند متعال برای همه شما عزیزان، خانواده محترم مکرم، آرزوی سلامتی و تندرستی کنیم. انشالله که هر جا هستی سلامت باشین و این روزها رو با همکاری، با همیاری خودمون، همگی با رعایت پروتکل های بهداشتی و سلامتی انشالله به سلامت و خیر بگذرونیم. در خدمتون هستیم با یه وبینار دیگه. انشالله در ابتدا توضیحات ارائه میدیم در ارتباط با تایتلی که انتخاب کردیم برای وبینار. پیام ها خصوصی میشه در انتهای وبینار، در خدمتون جهت حالا پرسش پاسخ ها خواهیم بود. انشالله سوالاتتون رو در انتهای وبینار ارائه بفرمایید که انشالله با هم به جنبندی و نقطه عطفی دست پیدا کنیم. خب وبینار کنونی امروز ما در ارتباط با واژگان مهم در مقاله نویسی هست. پوینت اولی که مد نظر هست، خب منظور از واژگان این چه موضوعی است؟ آیا کلمه هستش، کیوردز هستش، یا متغیر هستش، یا اینکه رعایت اصول اولیه هستش؟ مهمترین گامی که در مقاله نویسی خیلی مد نظر هست، تکنیک هایی هستش که شما باید در مقاله نویسی رعایت کنید. ما معمولا اولین سوالی که در ذهنمون ایجاد میشه، آیا فقط مقاله نویسی برای عزیزانی هست که تسلط 100% به صورت فلوئنت رو بحث زبان انگلیسی دارن، نیتیو باشن، فقط میتونن مقاله بنویسن یا نه؟ خب یقیناً بحث این موضوع کلا رد هستش. ما به قول فنی دو تا فرضیه رو داریم. یک، عزیزانی رو که مشاهده میکنیم سطح زبان انگلیسیشون، بحث رایتینگ ریدینگشون خوب هستش و مقالات خیلی خوبی پابلیش کردن، در مقابل عزیزانی هستن که کاملا مسلط هستن، تسلط 100% دارن، اما رو بحث مقاله نویسی نقاط ضعفی رو داره هستن، یک ویکنس هایی هستش که باعث میشه نتونن فرآیند مقاله نویسی رو پیش ببرن. پس جمع‌بندی اول ما این هست، تکنیک ها و اصولی که در مقاله نویسی هستش رعایت بشه کاملا به شما کمک خواهد کرد که یک مقاله استاندارد، یک مقاله مناسب، حالا در هر مقطعی هستین، در مقطع مستر هستین، ارشد هستین، در مقطع پی اچ دی هستین، در مقطع پست داک هستین، که معمولا در مقاطعی که بعد از بشلر لیسانس شما قرار میگیرین وارد مباحث مقاله نویسی و ریسرچ و سایر مباحث تحقیقاتی میشه، خیلی کمک خواهد کرد. در وبینار امروز دو تا مبحث، کلید واژگان مهم و اصول اولیه رو کاملا بررسی میکنیم. انشالله قصد بر این بود که وبیناری که بعد از تعطیلات باشه، حضور حد اکثری افراد باشه، رو در ارتباط با یک سمپل مقاله نویسی داشته باشیم، نحوه سابمیت به یکی از ژورنال های خیلی خوبی که حالا تحت پابلیشر های مثل سیج و الزیویر و تیلو فرانکسیس هستن، با هم انشالله در وبینار بعدی خواهیم داشت. امروز خیلی سطحی مباحث رو بررسی میکنیم. خب اولین مبحثی که در ذهن یک دانشجو میاد، در ذهن یک محقق میاد، این هست که از کجا باید مقاله رو شروع کنم. اصلا مقاله نویسی استارتش باید از کجا بخوره؟ اون معمولا سوالاتی که کوشن های کوشن مارکی که الان مسئله در ذهنمون پیش میاد، عنوان چجوری انتخاب کنم، عنوان ها رو از کجا به طور مثال بررسی کنم، ارزیابی کنم، عناوینی که میخوام انتخاب کنم آیا خوب خواهد بود؟ حالا ما دو نکته رو داریم، یکی اینکه سوپروایزر داریم، یک راهنما داریم، استادمون هست، همراهانمون هستن، یکی اینکه نه، استارت اولیه رو خودمون میخوایم انجام بدیم، یعنی نمیخوایم مقاله رو بدیم کسی برامون بنویسه. مهمترین نکتهش اینه که خودمون انجام میخوایم بدیم. پس پوینت اول استارت اولیه هستش. خب عنوان خیلی شاید ساده به نظر بیاد، ولی استانداردهای خیلی کلی در جهت انتخاب تاپیک یا تایتل یا عنوانی هست که شما برای مقالت انتخاب میکنید. بحث این که خب عنوان مقالتون چی باشه، حالا بحث پروپوزال و بحث تز دکترا و پایین نامه ارشد میذاریم که فقط رو بحث مقاله اینجا مانو میدیم. عنوانی که شما چند تا استاندارد داره، عنوانی که انتخاب میکنید باید جامع و کامل باشه، یعنی در برگیرنده
موضوع مقالتون باشه. این یک نکته اول. دومی که عنوانی که انتخاب میکنید نباید طولانی باشه، نباید کوتاه باشه، استاندارد باید داشته باشه. اینجا سوالی که پیش میاد این هست که معمولا چند تا کلمه باید باشه عنوان؟ ما استاندارد داریم، به طور مثال 7 کلمه باشه، 20 کلمه باشه، 10 کلمه باشه. سوال بعدی که پیش میاد آیا عنوان ها باید به قول فن تلفیقی از وریبل هاون باشه، متغیر هاون باشه یا نه عنوانی باشه که میخوایم روش رو بحث مقاله نویسی مانو بدیم. به طور مثال Human Resource Management، مدیریت منابع انسانی، یک مقاله میخوایم بنویسیم، آیا این جامع هستش، کامل هستش یا برای تعلیفات به کار میبره گرفته میشه یا به چه صورت هستش، انتخاب عنوانمون به چه صورت باشه. من یه پرانتز باز کنم، حالا خیلی سوال میپرسم پاسخ میدم، این هست که ابهاماتی که شما دارین، دعوتایی که شما دارین معمولا سعی کنیم حد اکثری رو رفع کنیم. خب گام اول این هست که ما یک عنوان نوین، یک عنوانی که تکراری نباشه رو انتخاب کنیم، چرا که خیلی مهم هست حالا برای ژورنال ها، برای ریویور ها، برای داورهایی که مقالات شما رو میخوان بررسی کنن، برای ژورنال اصلاح شده عنوانتون جدید باشه، یعنی حالت اکسپلور باشه، اکتشافی باشه. شما یه چیزی رو میخواین بیافزایید حالا به اون کامیونیتی، به اون جامعه یا به اون بحث علمی آکادمیک. پس عنوان اولمون عنوانی هست که نوین هستش یا تعداد کمی از ریسرچ‌ها رو کار کردن. بحث دوم این هست که عنوان‌ها رو چجوری انتخاب کنیم. خب در این نحوه انتخاب عنوان‌ها روش‌های گوناگونی داره، یا یعنی اینکه به قول گفتن شما یک فیلد خاصی دارین تحصیل می‌کنید، در رشته خاصی تحصیل می‌کنید، به یه جمع‌بندی با سوپروایزرتون می‌رسید که می‌خواید روی این مپ هست مقاله بنویسید. بحث دوم این هست که شما ارزیابی میکنید، یعنی نقاط ضعف و قوت هایی که در اون تاپیک هست رو مشاهده میکنید، تا الان ریسرچ های کمی به قول شما صورت گرفته. یه نکته که اینجا به وجود میاد برای نوشتن مقالاتی که به طور مثال رفرنس های کمی داره، مقالات ریسرچ های کمی انجام شده، معمولا یک مقدار دشوار میکنه. چرا؟ بحث رفرنسینگ، سایتینگ، بحث اینکه شما ارجادهیتون باشه یا به قول شما دستتون باز باشه برای بررسی ریویو کردن سایر مقالات خیلی سخت خواهد بود. اما در مقابل اینکه اگه مانورتون رو بحث دیتا، پرایمری دیتاتون باشه، خیلی مطلوب و مناسب میشه. بحث بعد اینکه عنوان ها، معمولا عنوان ها باید خیلی شفاف باشه، یعنی نیاز خواننده و مخاطبین رو رفع کنه. به طور مثال ما مثال عرض می کنم، ما داریم رشته منابع انسانی رو می خونیم، گرایش مدیریت، که گرایش مدیریت هست، می خوام یه مقاله بنویسیم. معمولا تمام کلید واژه‌هایی که ما در گوگل سرچ می کنیم یا در لایبرری ها، کتابخونه هایی که حالا بر دانش‌های مختلف هستش، حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور، کلید واژه سرچ می کنیم، Human Resource Management یا به قول فنی از OB Organizational Behavior، اون میایم کلید واژه رو سرچ می کنیم، معمولا مقالاتی که زیاد سایت شده و عناوین رون داره رو میاره. پس ما عنوانمون رو کاملا شفاف انتخاب می کنیم. عنوان ها نباید لندی باشه، نباید طولانی باشه، نباید کوتاه باشه. معمولا تعدادی که شما استفاده میکنید 10 کلمه، 11 کلمه، 12 کلمه در عناوین میتونه استفاده میشه. ما حتی عناوین کوتاه هم 4 کلمه، 5 کلمه ای داریم، ولی معمولا برای این کتب استفاده میشه. در مقالاتی که حالا استفاده میشه سعی کنید از متغیرهایی که خیلی مانور دادید رو طی مقاله نویسیتون از اون مباحث انجام بشه. خب این بحث عنوان. بحث بعدی میاد چکیده. من این سرکل رو که دارم براتون توضیح میدم اصلا یک به نظر من یک اکوسیستمی هست که ما معمولا در این اکوسیستم هر بخشش که خودمون، من تاکید میکنم خودمون، وقتی که مقاله می‌نویسیم دچار مشکل میشیم یا استاک میشیم، گیر میکنیم و جهت رفعش خب به قول فهم به مشاورهای لازم داریم. اما اگه این اکوسیستم گام به گام رعایت بشه یقینا شما موفقیت آمیز خواهد بود، چه جهت پابلیشش چه جهت نوشتنش. بحث دوم چکیده، ابسترکت، مبحثی که خیلی خیلی مهم هستش، یعنی یکی از به قول من شاهرگ‌های مقاله هستش. چکیده اینجا سوالات متعددی پیش میاد، یکی این که ابسترکت چکیده رو ما بعد از اینکه مقاله رو تموم کردیم بنویسیم یا همون ابتدا شروع کنیم گام به گام. بعضی از دو ما دسته از عزیزان رو داریم، یک دسته اول کسایی هستن که برای خودشون استپ به استپ به قول فنی معرفی میکنن، لول بندی میکنن، پله پله پیش میرن، میگن اول عنوان رو بنویسیم، بعد چکیده رو بنویسیم، بعد کلید واژه رو بنویسیم. نه، عزیزانی هستن که به قول فنی متغیر هستن، چکیده رو آخر میسن، غیره با هم پیش میریم. بحث چکیده خب بحثی است که با کوتاه بودنش، با میزان تعداد کلماتی که رو به خودش تخصیص میده،
اما یه دید کلی نسبت به مخاطبین میده که مقاله شما رو بخونن و سایت کنن. ما یه مبحثی هست، فقط مقاله نمی نویسیم که رزوممون سیویمون رو پر کنیم، از بحث پابلیکیشن ما ریسرچ پیپر داریم پابلیش کردیم، به قول حالا میخواد ریویو باشه، میخواد ریسرچ باشه، اوورویو باشه، هر چیزی. ما مقاله می نویسیم که توسط محققین دیگه سایت بشه، سایتیشنمون بالا بره، اجادهش بالا بره و به قول فن یه رفرنس قوی باشه. پس همین موضوع هم باید مورد لحاظ قرار بدیم. چکیده خب بخش بندی داره، به دو حالت میتونیم چکیده رو انجام بدیم. حالا به صورت توصیفی میشه، به صورت آموزنده. حالا ساختار یافته، ساختار نیافته هم ذکر میکنم. من یک شکلی اسکرین شات گرفتم که انشالله در انتها توضیح رو خدمتتون عرض میکنم. چکیده رو که وقتی که مینویسیم معمولا استانداردی داره، تمام ژورنال ها، تمام مجلات ذکر میکنن که کلماتی که شما در چکیده استفاده میکنید تقریبا اپروکسیمتلی بین 250 تا 300 باشه. معمولا این فرایندی که توضیح میدم ساختاری هست، تمپلیتی هست که هر ژورنال متغیر هستش. من در انتهای توضیحات خدمتتون عرض میکنم. بعد از چکیده که خب نوشیم، کلید واژگان هستن، کیوردز هامون هستن. کیوردز هایی که استفاده میشه یک کاملا باید مرتبط باشه، ریلیونت به مقاله باشه. دوم اینکه در کیوردز هامون کلید واژگانون تعداد استاندارد داره. ما در کلید واژه بعضی از مقالات رو مشاهده میکنیم که نویسنده آترمون دو تا دونه کلید واژه گذاشته. این ضعف خیلی زیادی هست. هیچ وقت در کلید واژه یه دونه دو تا کلید واژه استفاده نمیشه، استاندارد داره هستش. خب خود ژورنال ها ذکر میکنن کلید واژگانمون بین حداقل 5 الی 6 تا کلید واژه نیاز داره، بخیر ژورنال ها هم 4 تا. اما در مجلات تعیین میشه چند تا کلید واژه شما استفاده کنید. بعد از کلید واژه مقدمه هست، بحث اینتروداکشن هستش. خب در مقدمه‌مون ما به صورت چجوری باشه، طولانی باشه، لندی باشه، کوتاه باشه، ما در مقدمه بک‌گراندی که از به قول گفتنی از مقالمون می‌خوایم داخلش منشن کنیم، ذکر کنیم، یا بحث اون مسئله‌ای که می‌خوایم رفع کنیم رو در مقاله اختصاص میدیم. بعد از مقاله روش تحقیق هستش. خب بین مقاله، بین مقدمه و روش تحقیق، بین این دو تا استپ یک مبحثی است. اینکه ما دو نوع ژورنال داریم. برخی ژورنال ها توجه کنید نیاز به بررسی و پیشینه تحقیق دارن، یعنی ریویو اف لیتریچر رو میگن ذکر کنید. اما الان اکثر مجلات دیگه به قول فنی تاکید نمیکنن رو ذکر کردن ریویو اف لیتریچر، یعنی ما دیگه هیچ بخشی از ریویو رو ذکر نمیکنیم، مستقیما رو بحث ریسرچ متدولوژی، رو بحث روش تحقیق مانور میدیم و انجام میشه. بحث روش تحقیق خب یه بحث کلی هستش، بحث آماریتون، بحث ریاضیاتتون. حالا در ریسرچ متدولوژی مباحث اهم از اینکه اهداف مطالعاتون چیه، ابجکتیو اف استادیتون چیه، بحث محدودیت های مطالعاتون چی بوده، لیمیتیشنتون چی بوده، بحث ریسرچ دیزاینتون، طرح اصلا تحقیقتون به چه صورت بوده، سامپل سایزتون. خب اگر ما ذکر کنیم به طور مثلا ریسرچ پیپر هست، ما یه سامپل سایزی داریم، سامپل سایزتون به چه صورته، نحوه انتخاب داده جامعه آماریتون چه جوری، تصادفی بوده یا غیره بوده، رندوم بوده غیره بوده، و همه مباحثی که در ریسرچ متدولوژی ما ذکر می‌کنیم. بعد از ریسرچ متدولوژی خب بحث ریزالت ها هستن.